بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید ابوالحسن سجادی هستم، باشنده کابل. معصومه فیضی هستم، باشنده کابل. سید محمد نقوی هستم و باشنده شهر کابل. محمد عزیز امید هستم، باشنده کابل. رویا مرزایی هستم، باشنده کابل. زمانی که نیاز به کمک دارید و هیچ کس حاضر نیست به شما یاری رساند، اولین کسی که به ذهنتان می آید کیست؟ به خداوند است که به ذهن ما می آید. اولین کسی که به ذهن ما می رسد خداوند متعال است، چون قرار آیه قرآن میگه آیا خداوند شما برای شما کافی نیست؟ یعنی که هر چیز ما ضرورت داریم باید از خداوند بخواهیم. یک چیزی طبیعی است که ناخودآگاه مو کسی که قدرت از همه کد فوق قدرت هاست او به ذهن آدم میاد. چی انسان مسلمان باشه چی کافر باشه، او ما شما میگیم که خداوند تبارک و تعالی، ولی اونایی که مثلا خدا را نمیشناسه اونها هم طبعا میگه که یک قدرت ما فوق است که او انسان را یاری میرسانه که خداوند تبارک و تعالی باشه. به ذهن ما اولین کسی که میایه بهترین یاری کننده که خداوند جل جلاله می باشد است و همچنان ائمه علیه السلام. چگونه به سراغ او می روید و چگونه از او کمک می خواهید؟ وضو می گیرید دیگه، نماز می خوانید، بعد از نماز یک دعا می کنید که همو خواست خداوند برآورده کنه. ما بخواهیم سراغ خداوند متعال برویم، باید ای که اولا راه دعا و نیایش پیش بگیریم، یعنی مقدماتی که بر دعا است باید اینا رو مراعات کنیم. مثلا وضو بگیریم، دو رکعت نماز بخونیم، بعدش حمد و ستایش خداوند متعال کنیم، باز بعد از نعمتایی که بر ما داده از او سپاسگزاری کنیم و در اخیر حاجتی که داریم باید از خداوند متعال بخوایم. این راه شنیمی است که انسان از با خلوص نیاد از ته دل وقت خدا را صدا میکنه. اگر با دعا از خدا چیزی بخواهید، چی زمانی را مناسب راز و نیاز میدانید؟ خب همو نصف شب که باش بگیم نماز شب، اگر اون وقت هم نشد 10 دقیقه قبل از اذان صبح بهترین وقت راز و نیاز با خداوند میباشد. مناسب راز و نیاز نیم شب دیگه. چی زمان دعا مستجاب میشه؟ وقت افطار در ماه رمضان، وقت افطار. یکی از شرایط زمانی شمیش شب و روز عرفه است که خیلی فضیلت داره. بهترین زمان راز و نیاز نصف شب یا نیمه شب که بهش میگیم نماز شب. اگر قرار باشد یک حاجت شما در زودترین زمان ممکن مستجاب شود، از خدا چه میخواهید؟ اگر قرار باشه که یک حاجت در زودترین زمان ممکن روا شود، برای دوستان و خانواده هم کربلا میخواهیم. از خدا میخواهیم که ایمان ما را به درجه یقین برسانه. همون ظهور مولای ما امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بهترین حاجت ماست که بخواهیم به زودترین زمان مستجاب شود. عاقبت بخیری برای خودم است که از یکی چیزایی که برای انسان مؤمن خیلی مهم است، مسئله عاقبت بخیری است که آدم از این دنیا بره و عاقبت بخیر باشه. از خداوند متعال فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم میخواهیم. در چه روزی خداوند بیشترین تعداد از بندگانش را از آتش جهنم آزاد میکند؟ یکی از اون روزهایی که در روایت آمده روزهای ایام ماه مبارک رمضان است. بیشترین آماری که میتونیم ارائه بکنیم همین ماه رمضان است. جوابشو بگین دیگه، شما بگین. احتمالاً که امروز قدیر باشه، عید قدیر باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان خویش را از آتش جهنم آزاد نمی کند. سنن الکبری جلد 5 صفحه 192.